گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست؟ گفت موسی با یکی مست خیال که بد اندیش از شقاوت و زلال صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم صد هزاران معجزه دیدی ز من صد خیالت میفوزود و شک و زن از خیال و وسوسه تنگ آمدی تن بر پیغمبریم میزدی گرد از دریا برآوردم عیان تا رهیدیت از شر فرعونیان زاسمان 40 ساله کاسه و خان رسید و از دعایم جویی از سنگی دوید این و صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد بانگ زد گوساله ای از جادویی سجده کردی که خدای من تویی آن توهمات را سیلاب برد زیرکی باردت را خواب برد چون نبودی بدگمان در حق او چون نهادی سر چنان ای زشت رو چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمقگیر او سامری خود که باشد ای سگان که خدایی برتراشد در جهان چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی گاو می شاید خدایی را بلاف در رسولیم تو چون کردی خلاف پیش گاوی سجده کردی از خری گشت عقلت سید سحر سامری چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال این جهل وافر و عین زلال شه بران عقل و گزینش که تو راست چون تو کان جهل را کشتن سزاست گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت کهمقان را این همه رغبت چه گفت زان عجبتر دیده اید از من بسی لیک حق را کی پذیرد هر خسی باطلان را چه رو باید باطلی آتلان را چه خوش آید آتلی زان که هر جنسی رو باید جنس خود گاو سوی شیر نر کی رو نهد گرگ بر یوسف کجا عشق آورد جز مگر از مکر تا او را خورد چون ز گرگی وارهد محرم شود چون سگ کهف از بنی آدم شود چون ابوبکر از محمد برد بو گفت هازا لیس و وجه و کاظمون چون نبود بوجهل از اصحاب درد دید صد شق قمر باور نکرد دردمندی کش زبام افتاد تشت زو نهان کردیم حق پنهان نگشت وان که او جاهل بود از دردش بعید چند بنمودند و او آن را ندید آینه دل صاف باید تا درو واشناسی صورت زشت از نکو